سلام، قراره که شاهد بودید قسمت اول شخصیت های پیشنهاد شده برای ریاست جمهوری آینده افغانستان توسط ملت و جوانان کشور را پخش نمودیم و با واکنش های خوب شما دوستان روبرو شدیم. اینک قسمت دوم این ویدیو را نظر به درخواست شما عزیزان ساختیم. در این ویدیو هم 7 تن از شخصیت های نخبه و مطرح افغانستان را به معرفی گرفته این در میان ملت و جوانان افغانستان طرفداران بیشمار خود را دارند و میتونند در آینده به حیث رئیس جمهور افغانستان تعیین گردیده کشور را به سوی پیشرفت و ترقی سوق بدهند. دوستان عزیز، این ویدیو را نگاه کنید و اسم شخصیت مورد علاقه خود را در کامنت بنویسید. ببینیم کدام یک از این افراد بیشترین رای را دریافت میکنند. سابسکرایب نمودن کانال خرم میدیا را هم فراموش نکنید. امیرا قادری در سوم حوت سال 1358 هجری شمسی در ولایت هرات متولد گردید. قادری تحصیلات ابتدایه و متوسطه اش را در افغانستان و تحصیلات عالیه اش را به سطح لیسانس و ماستری در رشته زبان و ادبیات فارسی در کشور ایران به پایان رسانید. او توانست از تیزیس ماستری خود تحت عنوان نقد و بررسی روند داستان نویسی در هرات در دانشکده زبان و ادبیات فارسی و خارجی در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1386 هجری شمسی دفاع نماید. همیرا سند دکترای خود را نیز از دانشگاه در تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی به دست آورد. او در این هنگام توانست 3 کتاب خود را در بخش زبان فارسی به چاپ برساند و همچنان فعالیت های اجتماعی خود را در انجمن هنر مندان و فرهنگیان افغانهای مقیم ایران آغاز نمود و به حیث مدیر این انجمن تعیین گردید. همیرا بعد از اتمام تحصیلاتش به سطح دکترا به کشور برگشت و به حیث استاد دانشگاه و مشاور وزیر کار و امور اجتماعی ایفای وظیفه نمود. او در این زمان به حیث فعال حقوق زنان نیز فعالیت می نمود و در این هنگام موفق به چاپ 3 کتاب دیگر خود گردید. او برای به دست آوردن دکترای دومش به کشور هند سفر نمود و توانست در سال 2014 میلادی سند دکترای دوم خود را به دست بیاورد. همیرا از سال 1371 هجری شمسی به بعد رو به داستان نویسی آورد و داستانهای آموزنده و دلچسب را نوشت. داستانهای او در انجمن نقد و بررسی داستانها در هرات و نشرات معتبر کشور همچون روزنامه اتفاق اسلام، اورنگ هشتم، 7 قلم، 1001 شب و مجله هری به نشر رسیده است. او نویسنده کتابهای نقره، دختری دریای کابل، اقلیما و نقش شکار آهو می باشد. آخرین اثر همیرا داستان رقص در مسجد است که به زبان انگلیسی نوشته شده. این کتاب روایت داستان زندگی خود همیرا است، روایت پرفراز و نشیب زندگی او. این کتاب از طرف یکی از معتبرترین انتشارات آمریکا در نیویورک چاپ و رونمایی شد. بعداً در نشرات ادبی، مجلات نام آور و روزنامه های مشهور آمریکایی مورد استقبال قرار گرفت. همیرا تجربه یک زندگی ناموفق را داشت. او در سال 1387 هجری شمسی با دکتر فرامرز تمنا ازدواج نمود. این رابطه بیشتر از 8 سال طول نکشید و در سال 1395 هجری شمسی این دو از هم جدا شدند. همیرا اکنون 45 سال سن داشته و در کشور آمریکا زندگی می کند. او دارای یک فرزند پسر بوده و مجرد می باشد.
سمیع سادات در سال 1986 میلادی به دنیا آمد. او در سال 2008 میلادی به حیث مشاور پلیس در وزارت امور داخلی کشور تعیین گردید و الی سال 2011 میلادی در این پست اجرای وظیفه نمود. او از سال 2011 میلادی به بعد مدیر دو شرکت بزرگ تجاری تعیین گردید. با وزارت داخله در بخش های تامین تجهیزات نظامی و ادویه نظامی قراردادهای بزرگ بسته بودند. او توانست از این طریق ارتباطات سیاسی مستحکم با افراد بزرگ حکومت وقت برقرار نماید و با شناخت و روابطی که داشت و یکی از فرماندهان ارتش تبدیل گردید. او یک دوره کوتاه آموزش نظامی را در کالج دفاعی کشور انگلستان به پایان رسانید و در کمتر از 5 سال سابقه نظامی در سن 35 سالگی رتبه بزرگ نظامی جنرال را به دست آورد. او بعداً به حیث فرمانده قل اردوی 215 میوند و رئیس قوای خاص اردوی ملی افغانستان ایفای وظیفه نمود. سادات زمانی در میان مردم افغانستان محبوب گردید که به حیث فرمانده نیروهای ویژه افغانستان در جنگهای قبل از تصرف کشور به دست طالبان در سال 2021 میلادی تعیین گردید و در نبرد با طالبان نقش فعال داشت و اکثریت نبردها را مدیریت و رهبری نمود. اما با سقوط افغانستان به دست طالبان او به کشور آمریکا پناهنده شد و اکنون در آنجا زندگی می کند. او حزبی را تحت نام جبهه متحد افغانستان در آمریکا راه اندازی نموده که هدف این حزب مبارزه نظامی با طالبان و ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان می باشد. سادات هر از گاهی در مصاحبه با تلویزیون های خبری و شبکه مجازی مانند یوتیوب ظاهر می گردد و همیشه در حال تمرکز بر این بوده و چگونه طالبان را در افغانستان شکست داده و کشور را دوباره تصرف نماید. عبداللطیف بدرام در سال 1963 میلادی در روستای درواز در ولایت بدخشان دیده به جهان گشود. اصالت او از قوم تاجیک افغانستان می باشد. بدرام دوره ابتدایه و متوسطه تحصیلات خود را در زادگاهش در بدخشان فرا گرفت و بعداً وارد دانشگاه کابل شده و رشته زبان و ادبیات فارسی را در آنجا به سطح لیسانس و اتمام رسانید. او تحصیلات عالیش را در رشته زبان فارسی و فلسفه در شهرهای تهران و پاریس و سطح ماستری و دکترا به پایان رسانید. او از دانشگاه سوربین شهر پاریس دکترای اسلام شناسی گرفت. درام در نزد عبدالکریم سروش فلسفه تاریخ خواند و با شاعر نامدار جهان احمد شاملو رابطه دوستانه خوبی برقرار نمود. او تا امروز موفق به نوشتن بیشتر از 10 کتاب و 100 مقاله شده است. درام در نخست یکی از پشتیبانان حکومت کمونیست تحت تسلط شوروی در افغانستان بود، اما پس از آتش‌بس احمد شامسعود با روس‌ها، درام با صدیق الله برادر دکتر نجیب رئیس جمهوری وقت و پنجشیر پناهنده شد. صدیق الله به اروپا رفت و پدرام با احمد شامسعود پیوست و همکاری خود را با مسعود در شورای نظار در بخش فرهنگی این سازمان آغاز نمود و بعدها وارد ایران گردیده و فعالیت‌های فرهنگی به نفع سازمان شورای نظار در آنجا انجام داد. او بعدها وارد پاریس گردید و در آنجا ریاست کتابخانه اسماعیلیه را به دوش گرفت. بدرام بعد از گذشت چند مدت حزب کنگره ملی را ایجاد نمود و بعد از سقوط طالبان دوباره به افغانستان برگشت و تحت نام این حزب فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز نمود. او تجربه 3 بار کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 2004، 2009 و 2019 میلادی را در افغانستان داشت. هر 3 بار بنابر تقلبات گسترده نتوانست در کرسی ریاست جمهوری راه یابد. درام در سال 1389 هجری شمسی در دور 16 انتخابات مجلس نمایندگان ولایت بدخشان خود را کاندید نمود و با بدست آوردن آرای مردم بدخشان به حیث نماینده در خانه ملت راه یافت. او راه‌حل سیاسی افغانستان را ایجاد نظام فدرالی و اداره جداگانه هر ولایت با یک زمامدار مجزا می داند.
او بعد از تسلط دوباره طالبان به یکی از کشورهای خارجی پناهنده شده و اکنون در آنجا زندگی می کند. ناهید احمدی فرید در سال 1984 میلادی در ولایت هرات دیده به جهان گشود. زمانی که ناهید فرید تولد گردید، چند مدت بعد خانواده او به ایران مهاجرت نمودند. ناهید تحصیلات ابتدایی خود را در ایران فرا گرفت. خانواده او در زمان رژیم طالبان دوباره به افغانستان برگشتند. بانو ناهید آنقدر با استعداد و لایق بود، زمانی که او میخواست از ایران به افغانستان برگردد، دانشان در ایران بارها مانه او شدند و به خانواده ایشان بارها یاد آوری نمودند تا بانو ناهید آنجا باشد و تحصیلاتش را در آنجا ادامه بدهد. آنها می گفتند جای حسرت است که او به افغانستان برود و از ادامه تحصیلاتش باز بماند. خانواده ناهید در زمان حکومت اول طالبان به افغانستان برگشتند و در آن موقع دختران حق تعلیم و تربیه را نداشتند. بعد از حکومت طالبان، بانو ناهید تحصیلات متوسطه اش را در لیسه محجوبه هیروی هرات آغاز نمود و سند لیسانس خود را در سال 1386 هجری شمسی از دانشکده حقوق دانشگاه هرات به دست آورد. او برای ادامه تحصیلاتش به آمریکا سفر نمود و در سال 1389 هجری شمسی سند ماستری خود را از دانشگاه جورج واشنگتن از رشته روابط بین الملل به دست آورد. بانو ناهید در انتخابات مجلس نمایندگان در دور 15، 16 و 17 خود را از ولایت هرات کاندید نمود و هر سه بار با به دست آوردن آرای مردم هرات به پارلمان افغانستان راه یافت. او در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به حیث فعال مدنی و مدافع حقوق زنان سهیم بود و همیشه علاقه خاصی به کمک نمودن به اطفال بی‌سرپناه را داشت و در این را با انجمن‌های خیریه همکاری می‌نمود. ناهید می‌تواند به زبان‌های فارسی، پشتو، آلمانی و انگلیسی حرف بزند. همسر او طارق فرید نام دارد و آنها دارای 3 فرزند می‌باشند. بانو ناهید بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به کشور آمریکا پناهنده شد و اکنون در آنجا زندگی می‌کند. استاد عبدالصمد قاضی‌زاده در سال 1986 میلادی در اولسالی پرچمن ولایت فرا دیده به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایش را در زادگاهش ولایت فرا و تحصیلات متوسطه‌اش را در ولایت هرات به پایان رسانید. قاضی‌زاده در ولایت هرات آموزش قرآن کریم را هم فرا گرفت و موفق به حفظ تمام سپاره‌های قرآن کریم گردید. او تحصیلات عالیش را در ولایت کابل آغاز نمود و در رشته علوم دینی الی سطح لیسانس و بعدا ماستری به پایان رسانید. قاضی‌زاده در هنگام تحصیلاتش در یکی از گروه‌های دعوت اسلامی پیوست و 10 سال از عمرش را وقف دعوت نمودن مردم افغانستان به سوی دین مبین اسلام نمود. او سال‌های زیاد عمرش را به حیث استاد دانشگاه برای آموزش و پرورش جوانان افغانستان صرف نمود. او اکنون هم به حیث استاد علوم دینی در دانشگاه های کشور ایفای وظیفه می نماید. ویژگی هایی که قاضی‌زاده را در میان مردم افغانستان محبوب و مطرح گردانیده است، خصوصیات روشن فکر بودن و خیرخواه بودن او می باشد. طوری که گفتار، عمل و ظاهر او نسبت به تمام علمای دین اسلام در افغانستان متفاوت می باشد. او یک فرد صادق، جدی، خوش برخورد و قاطع می باشد. سالهای زیاد است که جناب استاد صمد در میان جامعه مردم افغانستان از طریق حضوری و مجازی فعالیت دارد و همیشه در بخشهای مختلف کمکهای مالی و معنوی خود را برای هموطنانش انجام داده است.
او دارای کانال یوتیوبی به نام خودش می باشد. موضوعات مختلف دینی را در آنجا مورد بحث و بررسی قرار می دهد و همیشه برای آگاه نمودن و کوشا بودن مردم افغانستان تلاش می ورزد و گاهی اوقات برای افراد فقیر و نادار کمک های مالی را فراهم می کند. از نظر جوانان افغانستان هرگاه استاد صمد قاضی‌زاده به حیث رئیس جمهوری آینده افغانستان تعیین گردد، بدون شک یک افغانستان آزاد و آباد با مردمان متمدن، عالم و روشنفکر را می توان تصور کرد. خالد امیری یکی از فرماندهان برجسته دوره ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی می باشد. او در اوایل نوجوانی بنابر حس وطن دوستی و میهن پرستی که داشت وارد نظام حکومت وقت گردیده و آموزش ها و تکنیک های نبرد را عملا فرا گرفت و در سخت ترین و دشوارترین نبرد ها در ولایات مختلف افغانستان وارد نبرد با طالبان شده و پیچیده ترین عملیات ها را رهبری نمود. امیری سالهای زیادی از عمرش را در هنگامی که برای دولت افغانستان وظیفه اجرا می نمود در ولایت هلمند که برای طالبان در اولویت قرار داشت سپری نمود. استان هلمند یکی از خطرناکترین ولایت در سطح افغانستان بود، چون از یک طرف پایگاه بزرگ و اصلی طالبان در نزدیکی این ولایت وجود داشت و اکثریت نیروهای طالبان باشندگان این ولایت بودند. از طرف دیگر این ولایت هم مرز با پاکستان بود که محل بود و باش و گشت و گذار اکثریت گروه های تروریستی و شمول طالبان، القاعده، داعش و دیگر گروه های کوچک بود. خالد در کنار شهید اکمل امیری و دیگر جنرالان برجسته دوره حکومت اشرف غنی احمدزی سالهای زیادی را در ولایت‌های ناامن کشور بخصوص در ولایات جنوبی وظیفه اجرا نمود. نبردهای متعدد با طالبان در هوا و زمین از خالد جوان یک کماندان ارشد و با تجربه ساخته بود. در سخت‌ترین شرایط در مقابل دشمن یک قدم هم عقب پا نمی‌گذاشت و توانایی مدیریت و رهبری هزاران سرباز را کسب نموده بود. امیری در جنگ‌های چریکی تجربه خاصی کسب نموده بود و در نبردهای زمینی یک قدم جلوتر از دیگر قماندانان دوره جمهوریت عمل می‌کرد. در زمان آغاز حملات گسترده طالبان در سال 2021 میلادی و سقوط پیهم ولایات به دست طالبان، امیری به حیث فرمانده گردان‌های ویژه نیروهای خاص امنیتی افغانستان تعیین گردید و چندین ماه در ولایت هلمند در مقابل طالبان در نبردها اشتراک نمود. مانع سقوط این ولایت به دست طالبان شد، اما بنابر رهبری نادرست کشور او مجبور به ترک این ولایت شده و به ولایت کابل فرا خوانده شد. او چند روز را در ولایت کابل گذران و بعداً با مشوره با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با نیروهای تحت امرش وارد پنجشیر گردید و در آنجا در مقابل طالبان مقاومت را آغاز نمود. امیری در سخت‌ترین شرایط کشور را ترک نکرد و در مقابل طالبان در شهر و کوه‌ها جنگید. او از سوی احمد مسعود به حیث قماندان عمومی نظامی جبهه مقاومت تعیین گردید. فرمانده خالد اکنون هم در پنجشیر به سر می برد و جنگ‌های چریکی را در مقابل طالبان رهبری می کند. او محبوبیت خاصی در قلب اکثریت مردم افغانستان پیدا نموده است. یاسین زیاد در ولسوالی شکردره ولایت کابل به دنیا آمد. اصالت او از قوم تاجیک کشور ما می باشد. زیاد تا اکنون شخص متعهد، شجاع و خادم برای مردم افغانستان بوده. نامبرده از طفولیت دارای استعداد عالی و عاشق کشور و مردم خیش بود. همچنان نظر به استعداد والایی که داشت در دوره ابتدایه و متوسطه در اکثریت سنف ها اول نمره سنف بود. او از مکتب نظامی حربی کابل فارغ گردید.
در سال 1371 هجری شمسی از طریق آزمون کانکور به دانشگاه طبی کابل راه یافت. زمان دانشجویی آقای ضیا برابر بود با دوره حکومت اول طالبان در افغانستان. دکتر ضیا بنابر حس وطن دوستی که داشت نخواست به تحصیلات خود ادامه بدهد و راه مبارزه با طالبان را در پیش گرفت. او به جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود مخالف طالبان و در حال نبرد با آنها بود پیوست. پس از چند مدت بنابر استعداد و توانایی هایی که از خود نشان داد و یک فرد مورد اعتماد احمد شاه مسعود مبدل گردید و به حیث مسئول اطلاعات و عملیات جبهه مقاومت در حوزه کابل تعیین گردید. پس از سقوط طالبان در دوره تشکیل حکومت جدید ضیا به حیث یک کارمند ارشد امنیت ملی افغانستان به کارش ادامه داد. او از موقع مناسب پیش آمده استفاده نموده و تحصیلاتش را در بخش نظامی و اطلاعاتی آغاز نمود و در دانشگاه نظامی در کابل تحصیل نمود. او رشته حقوق و علوم سیاسی را نیز در کابل به پایان رسانید. ضیا آموزش های نظامی و استخباراتی را به گونه عالی در کشورهای آمریکا و استرالیا آموزش دید و بعدا دوباره وارد افغانستان گردید و در پست های مهم و کلیدی دولتی ایفای وظیفه نمود. پست های مهمی که آقای ضیا در آن وظیفه اجرا نمود قرار زیل است. سال 2015 میلادی الی 2017 میلادی والی ولایت تخار مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، در سال 2019 میلادی معاون اولی وزیر دفاع افغانستان و در سال 2020 الی 2021 میلادی که برابر است با دوره سقوط افغانستان به دست طالبان به حیث رئیس ستاد ارتش افغانستان ایفای وظیفه نمود. ضیا به زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی و اردو صحبت کرده میتواند. او بنابر حس مردم دوستی که داشت در فعالیت‌های خیریه در اجتماع هم سهیم میشد. در سالهای اخیر قبل از سقوط کشور به دست طالبان چندین مکتب در مناطق محروم در شمال کابل از بودجه شخصی خودش اعمار نمود. ضیا بعد از سقوط افغانستان به مانند دیگر رهبران به خارج از کشور فرار نکرد، بلکه در افغانستان ماند و جبهه آزادی را ایجاد نمود. این جبهه یکی از مخالفان اصلی طالبان در کنار جبهه مقاومت ملی در افغانستان می باشد. بعد از سقوط کشور به دست طالبان الی امروز به طور مداوم فعالیت داشته و در چندین نقطه افغانستان الی امروز با طالبان در حال نبرد می باشد. یاسین ضیا همین اکنون هم در افغانستان حضور داشته و عملیات و نبردهای مختلف را زیر نام جبهه خودش یعنی جبهه آزادی افغانستان در مقابل طالبان راه اندازی می کند.